خواهش میکنم. تقریبا دو ماه پیش گزارش از طریق یه خبرنگار سرویس به ایران سفر کرده بود، اتفاقا باهاش ارتباط گرفتم، مطلع کرده بود که بخش اصلیش یه جوری گزارش تهیه کرده بود که ایران انگار همه پول دارن و گل و بلبل و همه تو خونههاش و پخت از غذا میپزن و همه تو سینه پخش میشه و خیلی کسایی که تو ایران زندگی نمیکنن و تو آمریکا و اروپا و خارجیا میگم که من خودم حتی تو همین پاریس دیدم خیلی از دوستانم که چند سال ایران نرفتن میگم بابا مردم ورزش رو خوبه ندیدیم اگه سینه این چی میشه بودا. خب شما یه فاکتور بذارید به کنار، اون فاکتوری هم که من چند دقیقه پیش خدمتتون گفتم، رفتارها خیلی نقش دارن تو ذهنیت مردم جامعه و مردم دنیا و میخواستم ببینم خب الان ذهنیت مثلا یه رفتاری خیلی معتبریه، اینو به نظر خودتون یک نمره مرسی نمیدونی که سیرون فقط این بخش از جامعه ایران رو نگاه کرده و جامعه آماری رو این بخش نگاه کرده و نرفته به بود شما مثل این فیلمی که فرمودید بره مناطق محروم ایران گذاره سریع کنه؟ بله خیلی متشکرم. ببینید البته شما به عنوان اون گزارشی که میفرمایید از CNN رو منم دیدم، اگه درست شنیده باشم که CNN فرمودید، فکر کنم که CNN گفتید، به هر حال گزارشی از CNN که اخیرا از ایران تهیه شده رو که بله تو خونه ها میره و مخصوصا غذاهای رنگینی هست، اینا رو اونا رو منم دیدم. ببینید یه خبرنگار البته حتی ممکنه که در شرایطی بره فقط یه قسمت خاصی از جامعه رو نشون بده، ولی کارش به لحاظ حرفه‌ای درست هم باشه. مثلا شما فرض کنید که من وارد مثلا لندن میشم و میگم که من میخوام گزارشی تهیه کنم از وضعیت پولداران سومالیایی لندن، بعدم تا تشم برم و زندگی لوکس اینا رو نشون بدم و با افرادم مصاحبه کنم و تو خونه هاشون برن، هیچ عیبی نداره، این کار به لحاظ حرفه‌ای کاملا درسته، ولی من باید مشخص کرده باشم که دارم از چی گزارش تهیه میکنم. اون ورش هم هست، شما ممکنه که برید مثلا گزارشی تهیه کنید بگید من دارم گزارشی تهیه میکنم از وضعیت روستاهایی از ایران که به خاطر کمبود آب به خاک سیاه نشستن و دیگه مردم حتی غذای عادی رو نمیتونن به دست بیارن. من میتونم از این گزارش تهیه بکنم، ولی بازم باید مشخص کنم که این تمام ایران نیست، من دارم راجع به روستاهایی که با همچین وضعیتی دوچار شده اند و چقدرم خوبه که مشخص بتونم بکنم که داریم مثلا از چه درصدی، حالا درصد نه، ولی داریم حول و حوش چه نسبتی از روستاهای ایران رو صحبت میکنیم، صحبت در واقع گزارش تهیه میکنم. این که یک روزنامه نگار بره، حتی یک خبرنگار بره از وضعیت حتی یک اقلیت یک در هزاری از یک کشورم گزارش تهیه کنه، این هیچ عیبی نداره. لازم نیست هر کسی در یک گزارشی که تهیه میکنه انگار که باید تمام اقشار مختلف جامعه رو بریزه تو گزارشش، نه، من موضوع گزارشم این قشر خاصه. اما شاید انتقادی که شما میگید از این جهت وارد باشه که گزارش من خبرنگار این تصور رو ایجاد کنه که انگار من دارم از کل یک جامعه گزارش میدم، نه، این اون وقت طبیعتاً ممکنه که درست نباشه، مخصوصا اینکه گزارش من تحت تأثیر محدودیت‌های محیطی ایجاد شده باشه، یعنی اینکه من به عنوان گزارشگر اساساً اجازه این که طیفی از جاها رو، بخشی از جاها رو برای مشاهده برم نداشته باشم، طیف محدودی رو، بخش محدودی از جاها رو بتونم برم برای گزارش تهیه کردن، ولی همون جاها رو به عنوان تصویری از کل کشور ارائه بدم، این احتمالاً بهش انتقاد وارده. ولی به طور کلی البته یک گزارشگر حق داره که رو هر جامعه کوچیکی متمرکز بشه، به شرط اینکه برای مخاطبش مشخص کنه که رو چی متمرکز شده و به شرط اینکه این تصور رو ایجاد نکنه که داره از کلیت یک داره از وضعیت مثلا متوسط یا وضعیتی که در اکثر اون کشور وجود داره مثلا گزارش تهیه میکنه. خب این بخش از
صحبت امروزی مقدار خدمت شما عرض شود که تنها بخشی که یک مقدار شاید زیادی ریاضی بشه، ولی فقط همینه، یعنی در همین یه رو مثلا 20 دقیقه بعدیه، بعد دیگه از بعدش دیگه جلسات بیشتر حالا هوای روزنامه‌نگاری پیدا میکنه. ولی چند تا نمونه هستش که آگاهی ازشون به نظرم ضرورت داره برای اینکه ما ببینیم که تا چه حد سوء برداشت‌ها و اطلاع رسانی‌های به شدت غلطی ممکنه صورت بگیره توسط نه تنها رسانه‌ها بلکه مؤسسات معتبر، به خاطر اینکه بعضی از مفاهیم ریاضی درست فهمیده نمیشن. یکی از اون چیزایی که نمیدونم اگر امکانش وجود داشته باشه به لحاظ فنی، این یکی از سوالایی بود که حالا ما در آخر جلسه اون سوالایی که اول دوره مطرح شد رو یک بار دیگه مرور میکنیم. فکر میکنم امکانش به لحاظ فنی باشه که اینها رو مرور کنیم و دونه بدونه جواباش رو بررسی کنیم. ولی یکی از سوالایی بود که در واقع جز اون 8 سوال اول دوره مطرح شده بود. ببینید، شما فرض کنید که مخصوصا با این اطلاع رسانیایی که خیلی مشاهدهش تو رسانه‌ها هستیم، مثلا میگن ژن چی شناخته شد، چرا ژن این بیماری هستش، چرا اسم اینو میذاریم ژن این بیماری؟ به این خاطر که مثلا در 80% مبتلایان به این بیماری این ژن وجود داره. من حالا این مثالا رو میزنم به این خاطر که واقعا رواج داره در سطح رسانه‌ها و جدی، یعنی توجه ویژه‌ام بهش میشه به این خاطر که طبیعتاً شهروندا خب نگران یک همچین چنین جنس اطلاعاتی هستن. سوال اینه که آیا اگر که مثلا یک ژنی در 80% کسایی که یک بیماری رو دارن وجود داشته باشه، آیا میشه گفتش که اون ژن در ایجاد اون بیماری موثره و ربط داره به اون بیماری؟ در 80% کسایی که این بیماری دارن این ژن شناسایی شده، آیا ما میتونیم تردید کنیم در اینکه این ژن با اون بیماری رابطه داره؟ بله، میتونیم تردید کنیم. یک ذهن هیجان زده میگه خب آقا 80% هستن دیگه، مگه میشه ربطی نداشته باشه؟ اما این ذهن خونسردتر اولین سوالی که مطرح میکنه این که من نمیدونم در چند درصد کسایی که این بیماری رو ندارن باید ببینم این ژن هست. اینکه در 80% کسایی که این بیماری رو دارن این ژن وجود داره، تنها در صورتی هشدار دهنده است که کسایی که این بیماری رو ندارن مثلا این ژن رو هم نداشته باشن. اما اگر این ژن در 80% کسایی که بیماری رو دارن وجود داشته باشه، اما در 80% کسایی که بیماری رو ندارن هم وجود داشته باشه، پس وجود یا وجود نداشتن این ژن هیچ ربطی به اون بیماری نداره. مطابق یه تحقیق پزشکی، در ساختار سلولی 87% بیمارانی که MS دارن یه ژن خاص وجود داره، ژنی که در واقع خیلی وقتا در مطالب رسانه ها یا حتی مطالب در واقع مؤسساتی که حالا دارن کار تحقیقاتی انجام میدن ازش به عنوان ژن MS، یعنی یکی حداقل از ژن های MS یاد شده و میشه. طبیعتا این ذهنیت ایجاد میشه که کسانی که این ژن رو داشته باشن باید این احتمال به صورت جدی وجود داشته باشه که MS دارن، ولی واقعیت اینه که نتایج پژوهش ها اثبات کرده که همین ژن در 85% کسانی که MS ندارند هم وجود داره. در 87% کسانی که MS دارن وجود داره، در 85% کسانی که MS ندارند هم وجود داره. یعنی چی؟ البته میزان ابتلا به این بیماری در مناطق مختلف جهان متفاوته، یعنی در ایران یک نرخ داره، در عراق یک نرخ داره، در بریتانیا یک نرخ داره، ولی درصد ابتلا در انگلستان و ایرلند شمالی حدود 100 تا 120 در 100 هزاره. حالا اگر برای ساده کردن بگیریم 100، میشه مثلا 100 در 100 هزار، یعنی 1 به 1000. چیزی که بیماری که میزان ابتلاش 1 به 1000، این الان در صورتی که این ژن وجود داشته باشه
چون گفتیم که در 87% کسانی که این بیماری رو دارن این ژن وجود داره، 85% کسانی که این بیماری رو ندارن هم وجود داره. یعنی کسی که این ژن رو داره 2% در نسبت 87 دو در اون نسبت 87 میزان ابتلاش رو بیشتره. یعنی اگه بخوایم سادش کنیم 2-3% کسی که این ژن رو داشته باشه امکان این که MS داشته باشه بیشتر از افراد عادی. 2-3% چقدر؟ 2-3% 1 در 1000. یعنی شما اگر که این ژن رو داشته باشید معنیش این نیست که MS دارید، بلکه معنیش اینه که شما در حد 2-3% بیشتر از نسبت 1 در 1000 امکان ابتلا به MS دارید. حالا اگر بگیرید 3% 1 در 1000 میشه 3 در 100 هزار. آیا کماکان میشه این ژن رو به عنوان ژن MS شناخت؟ یا اگر کسی این ژن رو داشته باشه اون رو به عنوان یک موضوع نگران کننده ای که نشون دهنده امکان ابتلای بالاترش به این بیماری شناسایی کرد؟ همین قاعده حالا غیر از زمینه پزشکی توی خیلی از موضوعات دیگه، مثلا روانشناسی، سیاست، اجتماع یا اقتصاد هم وجود داره. یه پدیده رو شما شناسایی میکنید، در یک ویژگی رو شناسایی میکنید در مجموعه از نمونه هایی که در یک زیرگروه قرار میگیرن و میگید که حکم میدید که اون ویژگی حتما با این پدیده نسبت داره، در حالی که واقعا تا شما ندونید که در نمونه هایی که اون پدیده در موردشون وجود نداره چند درصد همون صفت وجود داره نمیتونید قضاوت کنید. مجسم کنید که مثلا این کاملا فرضیه ها، مجسم کنید که مثلا 65% دانشجویان ایرانی که میان آمریکا ترم اول در یک درس میافتن، 75% دانشجوی ایرانی که میان آمریکا ترم اول در یک درس میافتن، شما حکم میدید که خب ایرانی ها با این درس مشکل دارن، ولی این حکم درست نیست تا وقتی که ندونید که خب بقیه دانشجوها به طور متوسط چقدر در ترم اول میافتن، یا مثلا بقیه دانشجویان خارجی با چه درصدی در ترم اول میافتن. اگه اونا هم کم و بیش دارن همین مقدار رو میافتن معنیش نیست که ایرانی ها مشکل دارن. اگه ایرانی ها 75% در اون درس میافتن در ترم اول، مثلا برای بقیه این درصد 80%، خب شما حتی باید نتیجه بگیرید که اتفاقا ایرانی های سرگردن در این زمینه از بقیه وضعشون بهتره. پس بنابراین این درصد ها نباید ما رو خیلی نگران بکنه و شتاب زده بکنه در این که تا میفهمیم یک پدیده که وجود داره اینقدر درصد افرادی که یک صفت رو دارن اون پدیده رو درش صدق میکنه، در ارتباط با اونها موضوعیت داره، بگیم که پس حتما اون صفت با این پدیده نسبت داره. نه، اولین سوال اون باید این باشه که چند درصد کسانی که شامل اون پدیده نمیشند همین صفت رو دارن. تستی هستش، تست پزشکی هستش که برای تشخیص سرطان سینه مورد استفاده قرار میگیره. که معروف به تست ماموگرام. این تست 90% ابتلای به سرطان سینه رو تشخیص میده. یعنی کسی که سرطان سینه داشته باشه 90% این تست جوابش مثبت در میاد. اما این تست 93% هم موارد عدم ابتلای به سرطان سینه رو تشخیص میده. یعنی اگر شما این نوع سرطان رو نداشته باشید 93% اون تست به درستی میگه ندارید، ولی خب 7% هم به اشتباه میگه دارید. میزان ابتلای به سرطان سینه هم به طور کلی، حالا به صورت میانگین، مثلا چیزی در حد 8 در 1000. این سوال رو یک مؤسسه پژوهشی، یعنی مشخصا در واقع مرکز رفتار اکتسابی و شناخت مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک در برلین، این آزمایش رو انجام داده. اومده این اطلاعاتی که الان خدمت شما گفتم رو در اختیار 24 تا پزشک گذاشته و نه مردم عادی. ازشون خواسته بگن که خیلی خوب، یه نفر تست ماموگرامش مثبت در اومده، چند درصد
احتمال داره که به سرطان سینه مبتلا باشه. از این 24 تا پزشک فقط دو نفر تونستن درست محاسبه کنن. از بین این پزشکان و نه مخاطبان عادی، دو نفر دیگه شون هم تقریبا تونستن به جواب نزدیک بشن. 20 نفر دیگه مطلقا جوابهای غلط و بسیار غلط دادن. داستان اجازه بدید من یه بار دیگه تکرار کنم. 90% اگر شما سرطان سینه داشته باشید این تست درست تشخیص میده. 93% اگه نداشته باشید این تست درست تشخیص میده. میزان ابتلای کلی هم یه چیزی در حد 8 در 1000. تست شما مثبت در اومده چند درصد یعنی این سرطان رو دارید؟ ببینید، فرض کنید 1000 نفر این تست رو میدن. 1000 نفر که در حالت طبیعی 8 تاشون چون میگیم 8 در 1000 این بیماری رو دارن دیگه، 8 تاشون سرطان سینه ممکنه داشته باشن. یعنی 8 تاشون سرطان سینه دارن و از این 8 تا چون میگیم که موارد مثبت رو 90% تشخیص میده این تست دیگه، یعنی از این 8 تا 90% 8 تا که میشه تقریبا 7 تا، 7 تاشون رو این آزمایش به درستی تشخیص میده که سرطان سینه دارن. پس تا حالا 7 تا نمونه مثبت داشتیم. اما این همه داستان نیست. شما 992 نفر دیگه غیر از این 8 نفر دارید تو این جمعیت 1000 نفره که اینا سرطان سینه ندارن. اما اینا آزمایش رو که میدن، این آزمایش 93% در تشخیص موارد منفی، یعنی کسایی که سرطان سینه نداشته باشن، 93% درست تشخیص میده. معنیش اینه که 7% غلط تشخیص میده. یعنی 7% آدمایی که سرطان ندارن این تست رو میدن جوابشون مثبت در میاد. 7% 992 تا یه چیزی میشه حدود 70 تا. 1000 نفر تست ماموگرام میدن، 7 تا از اون 8 تایی که اول گفتیم که در واقع از بین 8 نفری که واقعا سرطان دارن 7 تاشون شناسایی شده بودن از اول، 7 تاشون رو تشخیص داده. از اون 992 نفری که سرطان نداشتن هم دوباره به اشتباه 70 تاشون رو شناسایی کرده. 7 تا به اضافه 70 تا 77 تا. یعنی شما از یک جامعه نمونه 1000 نفره 77 نفر جواب مثبت واسهتون میاد بر اثر انجام این آزمایش، در حالی که در عمل فقط 8 تاشون سرطان دارن. یعنی اینکه اگر شما نتیجه آزمایشت مثبت در اومده باشه 8 تقسیم بر 77 تقریبا 1/10، تقریبا 1/10 ممکنه واقعا سرطان داشته باشی، تقریبا 10% ممکنه واقعا سرطان داشته باشی و 90% سرطان نداری. خب این محاسبه ممکنه برای آدمای عادی راحت نباشه، ولی باز تاکید میکنم از یه جامعه نمونه از پزشکان خواستن که وقتی کسی نتیجه تست ماموگرامش مثبت در میاد این رو تفسیر کنن، و از بین اینا از 24 تا دوتاشون تونستن این کار انجام بدن. این مثالیه فقط در جهت این که نشون بده که چطور بعضی از این محاسبات ریاضی و بعضی از مواردی که داستان به محاسبه ریاضی مرتبط میشه، نه فقط روزنامه نگارا که حتی پژوهشگرا و حتی نخبگان رو هم ممکنه به اشتباهای فاحش دچار کنه. شما همین چیزی که الان در اینجا گفته شد رو احتمالاً جلوی خیلی از متخصصان اگر بذارید ممکن این حرف رو قبول نکنن. البته خب طبیعتاً ما هم که متخصص این مسئله نیستیم، ما هم این رو در منابعی که منابع معتبری هست خوندیم و داریم اون تجربه رو بازگو میکنیم، آزمایشی که انجام شده و همچین نتایجی رو داده. ولی خب نتیجه هشدار دهنده است. نتیجه به من و شما روزنامه‌نگار این هشدار رو میده که ما چقدر باید در مقابل داده‌های عددی که حتی توسط متخصصین ممکنه اعلام بشه رویکرد محتاطانه داشته باشیم. معنیش نیستش که قبول نکنیم، نه، ولی همیشه جای شک رو باقی بذاریم و همیشه کنجکاو باشیم و همیشه مبنای محاسبش رو برامون مهم باشه که بدونیم.